دل کارنگی یک جمله یا یک حرف جالبی داره میگه که اگر دوست داشتن هزار باشه دوست داشته شدن هزار بتوانه ان هستش شما دوستان عزیز میتونین با سابسکرایب کردن کانال آلبالو و زدن زنگوله از جدیدترین ویدیوهای این کانال با خبر بشین در یوتیوب راهی برای درآمدزایی شما دوستان هم ایجاد شده که با کلیک بر روی لینک روبرو این فرصت رو برای خودتون ممکن میکنین سلام رضا هستم از کانال یوتیوبی آلبالو در خدمتتون امیدوارم حالتون خوب باشه و زندگی به کام باشه از کجا بفهمیم که شخص مقابل ما رو دوست داره یا نه زبان بدن رو هیچ وقت نادیده نگیرید در این دور زمانه که حتی کارشناس های رئیس جمهوره سرشناس هم میدونن که زبان بدن در سیاست چقدر میتونه نقش اساسی بازی بکنه حتی در تجارت و ارتباطات اجتماعی هم به همین شکل هستش حال وقتی که سخن از عشق و عاشقی میان انسان ها به وسط کشیده میشه سهم زیاد زبان بدن رو نمیشه نادیده گرفت اگر در دوره ای از زندگی خود به سر میبرین که در حال آشنا شدن با دختر مورد علاقه خود هستین یا در مسیر دانشگاه یا در محل کار خود دختر خانمی رو میبینید که احساس میکنید به ایشان علاقه پیدا کردید ولی هیچ سر نخی ندارید که بفهمید که آیا ایشان هم از رفتار شما از شما خوششون میاد یا نه پس اجازه بدین که شروع بکنیم اجازه بدید با این حقیقت شروع بکنیم که 93 درصد از ارتباطات انسان ها غیر کلامی هستند مانند ارتباط چشمی ارتباط ها و رفتارهای بدنی پس با کمی دقیق بودن و مطالعه کردن زبان بدن میتونید بفهمید که شخص از شما خوشش میاد یا نه که شاید بعد از دقت کردن در این رفتارهای بدنی بدون کلامی متوجه بشید که شخص به شما اصلا علاقه ای نداره روش شماره دو نشانه ها و سیگنال های ارسالی این موارد بسیار حساس و حتی گاهی میتونن به اشتباه گرفته بشن شنیدین مثلا طرف میگه که من احساس میکنم یه خانومی که سر کارمون هستش از من خیلی خوشش میاد به من لبخند میزنه بعد بعد از اینکه یه ذره مطالعه میکنین یا یه جورایی یه نفر دیگه به ماجرا نگاه میکنه میفهمین که نه رفتار جزء اون شخص هستش و خاص برای اون آقا پسر نیست در مورد نشانه ها سعی کنید کاملا یقین داشته باشید و بعد قدم بردارید این نشانه ها میتونن نسبت به حد آشنایی شما با دختر خانوم فرق بکنن اگر شخص رو نشناسید تکرار رفتار دیده شدن یا ملاقات تصادفی در زمان و مسیر مشخص میتونه یکی از این نشانه ها باشه یعنی همیشه اون شخص رو در سر یک ساعتی در یک مسیر مشخصی میبینید یعنی ایشون هم داره این رو تکرار میکنه یا اگر آشنایی کمی با هم دارید مانند محیط کار در دانشگاه سر کلاس در میهمانی های مشترک حتما نشانه هایی مانند شرکت کردن در گفتگاه هایی که شما هم در اون حضور دارید یا خندیدن به جوکایی که حتی خیلی بی بیمزه هستن فقط به خاطر اینکه شما اون جوکا رو تعریف میکنید میتونن از اون نشانه ها باشن در بین دوستانتون وقتی هستید ایشون همیشه موافق نظرهای شما هستش این هم جزو اون نشانه ها هست پس میتونید نشانه ها و سیگنال هایی که میگیرید رو جدی بگیرید در صورتی که فکر می کنید اگر جزو رفتارهای اون شخص برای همه نیست روش شماره سه درخواست کمک یا تقاضای خاصی از شما گاهی تقاضای عجیب غریب میتونه جزو نشانهای خوب باشه مانند درخواست کردن از شما برای کمک به انتخاب رنگ لباس شاید اصلا سرشته ای ندارید و ایشون نمیدونه که شما اطلاع داری از این مورد یا نه ولی از شما کمک میخواد یا کمک خواستن برای یادگیری بهتر مطالب درسی که اصلا شاید شما خودتونم توی اون درس خوب نیستید این درخواست کمک یا ارزش دادن به مشاوره با شما میتونه برای شما خیلی عادی و نرمال باشه ولی اگه دقت بکنید این اتفاقات بسیار تکراری ساده میتونه حاوی پیام مخفی از طرف شخص مقابل برای شما باشه که در نتیجه نادیده شدن یا نادیده گرفتن و نفهمیدنش از طرف شما این فرصت رو دارید از دست میدید روش شماره چهار خجالتی بودن افرادی که خجالتی نیستن اگر کسی در حالت عادی خجالتی نباشه مثل من یعنی در جامعه از ایشون به عنوان شخص خجالتی یاد نشه دوباره مثل من ولی در جاها و مکانهایی که شما حضور دارید میتونید احساس بکنید که به شما دزدکی نگاه میکنه یا نگاهاش رو میدزده یا رفتارهای کاملا خجالتی و محجوبانه داره این خود خبر از سر درون میده پس آگاه باشین وقتی که فکر میکنین کسی که خجالتی نیست در هیچ جا ولی نسبت به شما سعی میکنه که نگاهاش رو بدزده یا رفتارهایی انجام میده که انگار خجالت میکشه یا دوست نداره ارتباط مستقیمی داشته باشه روش شماری پنج جلب کردن نظر شما این هم اتفاقا ساده به نظر میاد ولی بیشتر رخ میده خوب و عادی بودن وضعیت ایشان در جاهایی که شما حضور ندارید ولی در زمانهایی که خبر از ورود شما میرسه یا حالت تهوع بهشون دست میده یا فشار خونشون بالا پایین میشه یا یک تغییر آنی در رفتارشون مثل استرس پیدا کردن یا خراب بودن حالشون به وجود میاد این تغییرات آنی فقط به خاطر شما هستش که بتونه جلب توجه بکنه. خانوم ها نمیتونن به شما بیان بگن که آقا من شما رو دوست دارم. با این روش ها باید اعلام بکنن و بفهمونن به شما. حتی بعضی از این رفتارهایی که انجام میدن کاملا ناآگاهانه هستش و انجامش حتی انجام ندادنش دست خودشون نیست. پس نسبت به افرادی که دوستشون دارید ولی شک دارید که آیا اونا هم شما رو دوست دارن یا نه آگاه باشین و ندانسته از کنارشون رد نشین آیا تا حالا چنین تجربه توی زندگیتون داشتین؟ چه اتفاقی براتون افتاده خیلی جالب میشه اگه توی کامنت بنویسین کامنت بنویسین و بگین که کدوم رو تجربه کردین و چه نتیجه در برداشت یا نه بنویسین کدوم رو فکر کردین که یک سیگنال هست یک نشانه هست ولی وقتی که پیش رفتین فهمیدین که اصلا نشانه غلطی بود یا سیگنال غلطی گرفته بودید لطفا ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارین اگه ویدیو رو مفید دونستین اگه از ویدیو خوشتون اومد و منو میخواستین ساپورت بکنین لطفا لایک بکنین و سراخر کانال رو سابسکرایب بکنین تا از ویدیوهایی که من درست میکنم خبردار بشین دوستتون دارم تا یه روز و شب دیگه فعلا خداحافظ برای تماشای مطالب جدید لطفا بر روی یکی از ویدیوهای رو رو کلیک کنید برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما را فالو کنید